1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت هشتم اوبراین گفت تو برای آنکه معالجه شوی و تمرکز روحی خود را به دست آوری باید از سه مرحله بگذری و این سه مرحله عبارت است از مرحله آموزش، مرحله فهم و مرحله قبول. حالا باید وارد مرحله دوم شوی. وینستون مثل همیشه به پشت دراز کشیده بود ولی بندها از دفعه قبل سوستر بود. البته هنوز او را به تخت بسته بودند ولی می توانست زانوانش را اندکی تکان بدهد سرش را به چپ بچرخاند و دستش را از آرنج تکان دهد. صفحه ساعت دیگر به اندازه دفعات قبل وحشت انگیز به نظر نمی رسید. و اگر او می توانست زود مسائل را درک کند ممکن بود که از دردهای شدید و ناگهانی آن نجات پیدا کند. زیرا اوبراین فقط هنگامی که او از خود حماقت نشان میداد اقربه ساعت را به جلو میکشید در جلسات قبل نیز گاه یک جلسه را تمام می کردند بدون اینکه اقربه حتی یک بار هم به جلو کشیده شده باشد و کم کم از صفحه ساعت کمتر استفاده می شد. وینستون به یاد نمی آورد که چند جلسه گذراندند اما چنین تصور می کرد که تمام این جریان مدت مدیدی که شاید از هفته ها متجاوز بود طول کشیده است. فواصل جلسات هم گاه چند روز و گاهی فقط یکی دو ساعت بود. اوبراین گفت همونطور که اونجا خوابیدی فکر میکنی و گاهی حتی سوال هم کردی که چرا وزارت عشق این همه به خاطر تو متحمل زحمت میشه و وقتی هم که آزاد بودی همیشه سوالی شبیه این سوال فکر و ذهنت رو مشغول میکرد مکانیسم و طرز کار اجتماعی رو که در اون زندگی می کردی درک می کردی. ولی علت ایجاد این مکانیسم رو نمیفهمیدی. یادت میاد که در دفترچه خاطراتت می نوشتی که به خاطر می آورم چطور ولی نمیفهمم چرا؟ و در همون هنگامی که درباره چرا فکر می کردی درباره عقل خودت هم دچار تردید می شدی. کتاب رو خوندی کتاب گلدشتاین رو میگم یا حداقل قسمت هایی ازش رو خوندی آیا این کتاب حاوی اطلاعاتی بود که برای تو تازه باشه آیا اطلاعاتی داشت که تو تا هنگام خوندنش اونو نشنیده باشی وینستون پرسید شما اون رو خوندی؟ اوبراین گفت من اون رو نوشتم. برنامه که تو این کتاب مطرح شده بیمعنی و مزخرفه. این برنامه حاکی از اینه که اول باید اطلاعات به طور سری و محرمانه جمعآوری بشه به تدریج افکار روشن بشه و بالاخره طبقه کارگر دست به انقلاب بزنه و حزب رو واژگون کنه خود تو هم پیش بینی می کردی که در این کتاب یک چنین مطالبی باید نوشته شده باشه. اما همه این گفته ها مزخرف و بیمعنیه. طبقه کارگر هیچ وقت و حتی بعد از گذشت یک هزار یا یک میلیون سال دیگه هم قیام و انقلاب نخواهد کرد. چون نمیتون. لازم نیست که دلیل عدم تواناییشون رو برای تو بگم خودت بهتر میدونی اگر روزگاری فکر احتمال بروز یک انقلاب رو به مغز خودت راه دادی باید اون رو دور بندازی هیچ راهی وجود نداره که بشه حزب رو واژگون و ساقط کرد حکومت و قدرت حزب دائمی این نکته رو به عنوان نقطه اول و پایه افکار خودت قرار بده. به تخت نزدیکتر شد و گفت برای همیشه. و حالا بریم سر موضوع چطور و چرا؟ تو به خوبی میفهمی و درک می کنی که حزب چطور قدرت خودش رو حفظ میکنه. حالا به من بگو که چرا ما سعی داریم قدرت رو حفظ کنیم هدف و محرک ما چیه چرا ما باید طالب قدرت باشیم حرف بزن بگو وینستون همچنان ساکت بود برای چند لحظه دیگر هم همچنان ساکت ماند یک نوع احساس خستگی سراسر بدنش را گرفته بود. هیجان و شور و دیوانگی به نحو ضعیفتری دوباره در چهره اوبراین دیده میشد. قبل از آنکه اوبراین صحبت کند، وینستون میدانست که او چه خواهد گفت. می گفت حزب فقط به خاطر خود خواهان قدرت نیست. بلکه به این علت طالب قدرت است که میخواهد سعادت اکثریت مردم را تأمین کند و به این جهت در جستجوی قدرت است که افراد توده مردم موجودات ضعیف و ترسویی هستند که نمی توانند آزادی را تحمل کنند و یا با حقایق روبرو شوند. آنها باید از میان آزادی یا سعادت یکی را انتخاب کنند و برای اکثر توده های انسانی سعادت و خوشبختی بیش از آزادی ارزش و اهمیت دارد خواهد گفت که حزب حافظ و حامی ابدی زعفاست و شامل دسته و گروهی است که به خاطر ایجاد خوبی بدی می کند و سعادت و آسایش خود را فدای سعادت و آسایش دیگران می نماید. وینستون به خود گفت که وحشتناکترین چیزها هولناک ترین چیزها این است که خود اوبراین هم وقتی این سخنان را میگوید به آن کاملا ایمان و اعتقاد دارد این نکته در خطوط خانده خوانده میشد اوبراین همه چیز را میدانست هزار بار بهتر از خود او میدانست که واقعا در جهان چه میگذرد دنیا و اجتماع چه قیافه ای دارد و اکثریت توده های مردم در چه وضع پست و نفرت انگیزی زندگی می کنند و حزب با چه دروغ ها و با چه وحشیگری و خشونتی ایشان را در چنین وضعی نگه داشته است او همه اینها را درک نموده سبک سنگین کرده بود اما جریان برایش بی تفاوت بود هدف و منظور نهایی و اصلی همه این اوزا را مجاز می گرد. با خود فکر کرد که در مقابل دیوانی که از خود انسان باهوشتر است و به استدلال های شخص با کمال دقت گوش می دهد و در دیوانگی خود اصرار می ورزد، چه می توان کرد؟ با لحن ضعیفی گفت شما برای تأمین سعادت خود ما بر ما حکومت می کنی. شما عقیده دارین که افراد بشر نمیتونن خودشون به خودشون حکومت کنند. و به همین خاطر ناگهان دچار لرزه‌ای شد و نره کشید. درد شدیدی در سراسر بدنش پخش شده بود. اوبراین اقربه ساعت را جلو کشیده بود. گفت وینستون حرف احمقانه ای زدی. باید اطلاعاتت بیش از اون باشه که چنین چیزهایی رو بگی. حالا خودم جواب سوال رو میگم. جواب اینه حزب قدرت رو کاملا و تماما به خاطر خودش میخواد. ما به سعادت دیگران علاقه من نیستیم. ما مطلقاً به قدرت علاقه نه به ثروت نه به زندگی باشکوه نه زندگی طولانی و نه خوشبختی به هیچ کدوم علاقه نداریم و فقط طالب قدرت هستیم قدرت خالص مفهوم قدرت خالص رو بعدن خواهی فهمید. ما در این نکته که میدونیم و میفهمیم که چه کار میکنیم با تمام حکومت های مطلقه و حکومت های اولیگارشی قدیمی تفاوت داریم تمام این حکومت ها حتی اونهایی که با ما شباهتی داشتند درو و ترسو بودند نازی های آلمان و کمونیست های شوروی در این زمینه خیلی به ما نزدیک شدند اما اونها هیچ وقت این جرأت رو نداشتند که هدف و محرک اصلی خودشون رو بشناسند. اونها اینطور تظاهر میکردند و شاید هم واقعا معتقد بودند که حکومت رو برخلاف میلشون و برای مدت محدود و کوتاهی در دست گرفتند و چند قدم اون طرفتر بهشتی وجود داره که همه مردم در اون آزاد و مساوی خواهند بود اما ما مثل اونها نیستیم ما میدونیم که هیچ کس قدرت رو به خاطر اینکه اون رو از میان ببره در دست نمیگیره قدرت وسیله نیست بلکه هدفه انسان یک دیکتاتوری درست نمی کنه که انقلاب رو حفظ کنه بلکه انقلاب برپا میکنه که دیکتاتوری رو به وجود بیاره. منظور از تعقیب خود تعقیبه، منظور از شکنجه خود شکنجه است و منظور از قدرت خود قدرته. حالا آیا وارد مرحله ای شدی که تدریجا منظور منو بفهمی؟ وینستون همانطور که قبلا بارها دچار تعجب شده بود از مشاهده حالت قیافه اوبراین که حاکی از شدت خستگی او بود متعجب شد. قیافه نیرومند و پرگوشت و بیرحم و سرشار از هوش و یک نوع احساسات کنترل شده که شخص در برابر آن احساس بیچارگی میگه. اما خسته بود. زیر چشمهایش کیسه هایی به وجود آمده بود و از گونه به پایین پوست چهره آویزان شده بود. اوبراین روی او خم شد و عمدن صورت خستش را به او نزدیک تر کرد و گفت فکر می کنی که صورت من پیر و خسته است. فکر می کنی که من از قدرت صحبت می کنم در حالی که حتی قدرت ندارم که از فاسد شدن بدن خودم جلوگیری کنم. وینستون آیا نمیتونی فکر کنی که فرد فقط یک سلوله و خستگی سلول قدرت جسم و روح ارگانیسم و سازمان بدنه؟ آیا وقتی ناخونت رو میگیری میمیری؟ سرش را از وینستون برگرداند و در حالی که یک دستش را در جیب کرده بود شروع به قدم زدن در طول و عرض اتاق کرد و گفت ما کشیش های قدرت هستیم. قدرت خداست. اما در حال حاضر تا اونجا که به تو مربوط میشه قدرت فقط یک کلم است. موقعی رسیده که چیزی راجع به قدرت بدونی. اولین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشی اینه که قدرت دست جمعی و اشتراکیه. فرد فقط وقتی صاحب قدرت میشه که حالت فردیت رو ترک میکنه. شعار حزب رو که میگه آزادی بردگیست میدونی. آیا تا حالا فکر کردی که این شعار قابل معکوس کردن هم هست و میشه گفت بردگی آزادیه؟ بشر تا هنگامی که آزاد و تنهاست به آسانی شکست میخوره و باید هم همینطور باشه چون سرنوشت هر فرد بشر اینه که بمیره که خود مردن بزرگترین شکست هاست اما اگه بتونه خودش رو کاملا و قطعا تسلیم کنه و اگر بتونه از هویت و شخصیت خودش فرار کنه و اگر بتونه خودش رو در حزب محو کنه به نحوی که خود اون حزب باشه اون وقت به صورت قدرت کامل و زوال ناپذیر در میاد. نکته دومی که باید بهش توجه کنی اینه که قدرت عبارت از تسلط بر افراد بشر تسلط بر جسم و از همه مهمتر تسلط بر روحه تسلط بر ماده یا اونطور که تو اسم گذاری میکنی واقعیات خارجی چندان اهمیتی نداره. تسلط ما بر ماده همین الان کامل و قطعیه. برای یک لحظه وینستون ساعت را فراموش کرد. حرکت شدیدی کرد تا بلند شود و بنشیند و تنها نتیجه که گرفت فشار دردآوری بود که به پوست و گوشت بدنش وارد آمد. فریاد کرد چطور میتونین ماده رو کنترل کنید؟ شما حتی نمیتونین آب و هوا و محیط و قدرت جاذبه رو کنترل کنید. علاوه بر این انواع بیماری ها، درد، مرگ، اوبراین با یک حرکت دست او را ساکت کرد و گفت ما مادر رو در کنترل داریم به خاطر اینکه میتونیم بر روح کنترل داشته باشیم واقعیت داخل جمجمه قرار گرفته تدریجا وینستون همه اینها رو یاد میگیری هیچ کاری نیست که ما قادر به انجامش نباشیم نامرئی شدن، راه رفتن در هوا، هر چیزی. اگه من بخوام میتونم مثل یک حباب صابون از کف این اتاق بلند بشم. اما میل ندارم چنین کاری بکنم چون حزب چنین چیزی نمیخواد. باید اون فکرهای قرن نوزدهمی مربوط به قوانین طبیعی رو از مغزت بیرون بریزی وینستون گفت اما شما این فکرها رو دور نریختین شما حتی بر همین سیاره هم مسلط نیستین اوراسیا و استیشیا چطور بر اونها هم هنوز مسلط نشدین وینستون اینها چندان مهم نیست وقتی لازم و مناسب باشه اونها را هم فتح میکنی و اگر هم فتح نکردیم این امر چه تفاوتی ایجاد میکنه میتونیم فکر هر دو رو از مغز همه بیرون کنیم اوشینیا خود دنیاست وینستون گفت اما حتی خود دنیا هم ذره بیشتر نیست بشر یکی از ذرات ناچیز و بیچاره است بشر از کی به وجود اومده میلیون ها سال سطح کره زمین خالی از سکنه بوده. مزخرف میگی وینستون عمر کره زمین به اندازه عمر ماست و نه بیشتر. چطور ممکنه عمر زمین بیشتر باشه؟ هیچ چیز جز از طریق ذهن بشر وجود نداره. اما سخره ها و کوه ها پر از استخون حیوان های از میان رفته است. ماموت ها حیوان های از این مجسه دیگه ای که مدت ها قبل از اون که نامی از بشر شنیده بشه روی سطح زمین زندگی می وینستون آیا تو خودت هرگز اون استخون ها رو دیدی؟ البته که نه. این حرفها زیست زیستشناسان قرن نوزدهمه قبل از بشر هیچ چیز وجود نداشته پس از بشر هم اگر زندگی بالاخره به پایان برسه باز هم چیزی وجود نخواهد داشت خارج از بشر هیچ چیز وجود نداره چی میگی سراسر طبیعت خارج از ماست به ستاره های آسمون نگاه کن بعضی از اونها میلیون ها سال نوری از ما دور هستند هرگز به این ستارگان دسترسی نخواهیم داشت اوبراین با بی پرسید ستاره ها چی هستند خورد های آتیش هستند که چند کیلومتر اون طرفتر قرار گرفتند ما اگه بخوایم میتونیم به اونها برسیم یا حتی اونها را از بین ببریم زمین مرکز کائناته ستارگان و خورشید به دور ما میچرخند وینستون بار دیگر دست به یک حرکت تشنجا میزد ولی این بار چیزی نگفت و اوبراین گویی به یک جمله مخالفت جواب میگوید ادامه داد. البته در این مورد برای منظورهای خاصی حقیقت رو نمیگم. ولی وقتی در وسط اقیانوس مشغول روندن کشتیها هستیم یا یک خصوف رو پیش بینی می اغلب متوجه میشیم که مناسب فکر کنیم که زمین به دور خورشید میچرخه و ستارگان میلیون ها میلیون کیلومتر از ما دورتر هستند اما چه اهمیتی داره تصور میکنی که ما نمیتونیم علم نجوم جدیدی به وجود بیاریم ستارگان ممکنه هر طور که ما میل و احتیاج داریم نزدیک و یا دور باشند آیا تصور می کنی که ریاضیدان های ما قادر به چنین کاری نیستند؟ آیا فکر مضاعف رو فراموش کردی؟ وینستون با ناامیدی روی تخت افتاد. گفته ها چندان مهم نبود بلکه جوابهای تند و سری بود که او را مثل چوب خشک دونیم می کرد. در حالی که می دانست. می دانست. که حق با خود اوست. این عقیده که هیچ چیز خارج از مغز بشر وجود ندارد حتما باید برای نشان دادن نادرست بودن آن راهی وجود داشته باشد آیا این عقیده مدت ها قبل به عنوان یک عقیده ناسحی ترد نشده بود؟ حتی این عقیده نام خاصی هم داشت ولی او فراموش کرده بود یک لبخند ضعیف گوشه لبهای اوبراین را همانطور که به وینستون نگاه می کرد از هم باز کرد و گفت قبلا هم گفتم تو در فلسفه و علوم ماورا و طبیعه چندان قوی نیستی کلمه ای که سعی داری دربارش فکر کنی و اون رو به یاد بیاری اصالت نفسه اما تو اشتباه میکنی این اصالت نفس نیست اگر بخوای میتونی اون رو اصالت نفس دست جمعی بنامی. اما اون چیز دیگه ایه و در واقع نقطه مخالف مفهوم حقیقی اونه. بعد با لحن دیگری ادامه داد. اما همه اینها خارج از موضوعه. قدرت حقیقی، قدرتی که شب و روز برای به دست آوردنش باید مبارزه کنیم تسلط و احراز قدرت بر اشیا نیست بلکه بر بشره مکس کرد و بار دیگر حالت معلمی را که از یک شاگرد با استعداد سوال می کند به خود گرفت و پرسید وینستون یک فرد بشر چطور بر فرد دیگری اعمال قدرت میکنه وینستون فکر کرد و گفت از این راه که اون رو رنج میده اوبراین گفت دقیقا همینه از راه رنج دادن اطاعت کافی نیست جز در هنگامی که کسی رنج میبره انسان چطور میتونه مطمئن باشه که اون تصمیم ما رو اطاعت میکنه و نه تصمیم خودش رو قدرت عبارت از رنج دادن و تحقیر کردنه قدرت عبارت از اونه که بشه مغز بشر رو خورد کرد و دوباره بر طبق میل و بر حسب مقتضیات اون تیکه خورده ها رو کنار هم قرار داد و مغز جدیدی به وجود آورد آیا حالا تدریجا متوجه میشی که ما مشغول ایجاد چه نوع جهانی هستیم؟ این دنیا درست نقطه مقابل جهان خیالی و مطبوعیه که اصلاح طلب ها و رفرمیستها خیال ساختن و ایجاد اون رو داشتند. این دنیا دنیای ترس و خیانت و رنجه. دنیای لگت زدن و زیر لگت قرار گرفتن. دنیاییه که هر قدم که به جلو میره و هر اون که بیشتر تصفیه میشه بیشتر ظالم و بیرحم میشه. پیشرفت در دنیای ما عبارت از ایجاد رنج بیشتر. تمدن های قدیمی ادعا می کردن که بر پایه محبت و عدالت بنا شدند. تمدن ما بر اساس تنفر بنا شده در دنیای ما هیچ احساس و یا هیجانی جز ترس، خشم، فت و تحقیر شخصی وجود نداره ما هر چیز دیگری غیر از اینها رو خورد میکنیم و از بین میبریم الان ما مشغول از بین بردن عادت فکر کردن هستیم این عادت از زمان قبل از انقلاب همچنان به جای مانده ما ارتباط بین والدین و فرزندان ارتباط بین افراد ارتباط بین زن و مرد رو کم کردیم و حالا دیگه هیچ کس جرأت نمیکنه که به همسر، فرزند و یا دوستش اعتماد کنه. به زودی در آینده اصولا همسر یا فرزند یا دوست وجود نخواهد داشت. کودکان از زمان تولد درست مثل تخم مرغی که از مرغ جدا میشه از مادران جدا خواهند شد. احساسات جنسی هم ریشه کن میشه. اعمال جنسی درست مثل تشریفات تبدیل به اوراق جیرهبندی و به صورت تشریفات سالیانه در میاد. دوستی و محبت هم از بین میره. همین الان دانشمندان مغز و اعصاب ما در این رشته مشغول کار هستند. هیچ نوع وفاداری جز وفاداری به حزب وجود نخواهد داشت. هیچ نوع عشقی جز عشق به برادر بزرگ دیده نخواهد شد. هیچ خندهی جز خنده برای پیروزی بر یک دشمن شکست خورده به گوش نخواهد رسید ادبیات هنر و علم وجود نخواهد داشت چون وقتی قدرت ما به سرحد کمال برسه به علوم احتیاجی نخواهیم داشت بین زیبایی و زشتی تفاوتی موجود نخواهد بود هیچ کس کنجکاوی نخواهد کرد و هیچ چیز زندگی توجه کسی رو بیش از اون چه که باید جلب نخواهد کرد تمام لذت ها از بین خواهد رفت اما این نکته رو وینستون هیچ وقت فراموش نکن که همیشه غرور و مستی قدرت وجود خواهد داشت و به طور دائم افزایش پیدا میکنه و قوت میگیره همیشه و در هر لحظه لذت فتح و هیجان زیر پا گذاشتن دشمنی که قدرت مقاومت نداره و به صورت عنصر بیچارهای در اومده وجود خواهد داشت اگر میخوای تصویری از آینده در نظرت مجسم کنی چکمه ای رو مجسم کن که به صورت کسی فرود بیاد و این وضع برای همیشه ادامه داشته باشه گویی انتظار دارد که وینستون شروع به صحبت کند مکس کرد وینستون کوشش کرده بود که دوباره خود را به پشت روی تخت بیاندازد و خود را در آن مخفی کند نمی توانست چیزی بگوید گویی قلبش منجمد شده بود او ادامه داد و به یاد داشته باش که تمام این جریان دائمی و همیشگیه صورت همیشه برای لگت خوردن حاضر آماده است دشمن اجتماع و فرد منحرف همیشه برای اینکه دوباره شکست داده بشه و تحقیر بشه وجود داره همه وقایعی که از هنگام دستگیری تو به سرت اومده همچنان با شدت بیشتری ادامه پیدا میکنه جاسوسی، خیانت، توقیف، زجر، اعدام و بخار شدن ها هیچ وقت پایان نخواهد یافت. دنیای آینده به همون اندازه که دنیای پیروزی خواهد بود، دنیای وحشت و ترور هم خواهد بود. هرقدر بر قدرت حزب افزوده بشه به همون اندازه از میزان صبر و تحملش کاسته میشه و هرقدر که مخالفین تضعیف بشن ظلم و فشار و حکومت مطلقه تشدید خواهد شد گلدشتاین و عقاید انحرافیش برای همیشه وجود خواهد داشت هر روز و هر دقیقه و هر لحظه گلدشتاین و عقایدش تحقیر و مسخره خواهد شد شکست خواهد خورد و همه به صورتش تف میکنن و تصویرهاش رو زیر لگد پاره میکنن اما اون همیشه به زندگی ادامه خواهد داشت و این بازی که من سی و هفت سال با تو کردم دوباره و سه باره و برای همیشه بازی خواهد شد و هر بار زیرکانه تر از دفعه قبل خواهد بود همیشه منحرفینی مثل تو اینجا در دست ما خواهند بود از درد نعره خواهند کشید استخانهاشون خواهد شکست تحقیر خواهند شد و بالاخره پشیمان خواهند شد و از دست خودشون نجات خواهند یافت و به میل خود به دست و پای ما خواهند افتاد وینستون این دنیایی که ما مشغول ایجادش هستی. دنیایی که در اون پیروزی بعد از پیروزی فت بعد از فت به دست خواهد اومد. و دائما برای به دست آوردن قدرت بیشتر فشار بیشتری به چشم خواهد خورد. میبینم که تدریجا متوجه میشی که این چنین جهانی چه قیافه ای داره. اما در پایان از فهمیدن قدمی فراتر خواهی رفت. این دنیا رو قبول می کنی. ازش استقبال می کنی و بالاخره به صورت جزئی از اون در میای. وینستون تدریجا به اندازه کافی نیرو و قدرت برای صحبت کردن به دست آورده بود و با صدای ضعیفی گفت شما نمیتونی منظورت از این جمله چیه؟ شما نمیتونین این چنین دنیایی رو به وجود بیارین خواب و خیاله غیر ممکنه چرا امکان نداره که بشه تمدنی بر اساس ترس تنفر و ظلم ایجاد کرد این چنین تمدنی دومی نداره چرا چنین تمدنی نیروی برای ادامه حیات نداره از داخل میپوسه تجزیه میشه انتحار میکنه <تص> مزخرف میگی وینستون تحت تاثیر این فکر هستی که تنفر زودتر از عشق از بین میره و زودتر شخص رو خسته میکنه چرا باید این طور باشه بر فرض هم که این طور باشه چه تفاوتی ایجاد میکنه فرض کن که ما تصمیم بگیریم خودمون رو سریعتر و تندتر خسته کنیم فرض کن که چنان بر فعالیت خودمون اضافه کنیم و بر اعصابمون فشار بیاریم که بشر در سن سی سالگی به پیری برسه. باز هم چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ چرا نمیتونی این نکته رو درک کنی که مرگ افراد مرگ نیست و حزب نامیراست؟ مثل معمول بار دیگر صدای اوبراین وینستون را دچار یک حالت بیچارگی صرف نموده بود. از این گذشته می ترسید که اگر در مخالفت خود اصرار کند اوبراین اقربه ساعت را به جلو بچرخاند. اما نمی ساکت بماند و با لحن ضعیف بدون بحث یا استدلال در حالی که به هیچ چیز جز ترس و وحشت ناشی از حرف‌های اوبراین تکیه نداشت حمله را از نو شروع کرد نمیدونم اهمیت نمیدم به هر حال و به نحوی شما شکست میخورد چیزی شما رو شکست میده زندگی شما رو شکست میده وینستون ما زندگی رو در تمام قسمت ها کنترل میکنی تو در عالم خیال به چیزی به نام طبیعت بشری فکر می کنی و تصور میکنی که بالاخره این نیرو به خشم میاد و علیه ما شروع به مبارزه میکنه اما این طبیعت بشری رو خود ما به وجود میاری. بشر به طور نامحدود قابلیت چکش خوردن و نرم شدن داره. شاید هم دوباره به اون عقیده قدیمی خودت برگشتی و معتقدی که بالاخره کارگران یا برده ها قیام میکنن و ما رو ساقط میکنن. وینستون این فکرها رو از مغز خود دور بریز اونا مثل حیوونا بیچاره و ضعیفن بشریت یعنی حزب بقیه چیزها خارج از اون هستن و باهاش ارتباطی ندارن من به این چیزا اهمیت نمیدم. اونا بالاخره شما رو شکست میدن. دیر یا زود ماهیت شما رو تشخیص میدن و اون وقت تیکه تیکتون میکنن. آیا هیچ قرینه ای برای احتمال وقوع چنین حادثه ای میبینی؟ یا اون که دلیلی داری؟ نه. اما به این عقیده معتقدم. من میدونم که شما بالاخره شکست میخوری. چیزی در کائنات هست نمیدونم یک روح یک اصل که بالاخره شما نمیتونین به اون فائق بشی. وینستون آیا تو به خدا اعتقاد داری؟ نه. پس این اصل که بالاخره ما رو شکست میده چیه؟ نمیدونم. شاید روح بشر و آیا تو خودت رو یک فرد بشر میدونی؟ بله. وینستون اگه تو یه فرد بشر هستی آخرینش خواهی بود. نوع تو داره از بین میره. ما وارث شما هستیم. آیا متوجه هستی که تو تنهایی؟ تو خارج از تاریخ هستی. تو اصلا وجود نداری. رفتار و گفتارش تغییر کرد و با لحن خشنتری ادامه داد. تو خودت رو بالاتر از ما تصور می کنی و ما رو دروغگو و بیرحم می دونی این طور نیست؟ بله من خودم را از شما بالاتر می دونم. چیزی نگفت. دو نفر صحبت می کردند و پس از یک لحظه وینستون متوجه شد که یکی از آنها خود اوست. نواری بود که از صدای او در شبی که در سازمان اخوت اسم مینوشت نوشت پر کرده بودند. صدای خودش را شنید که قول می دهد دروغ بگوید دزدی کند مرتکب جنایت شود، استعمال مواد مخدر را تشویق کند، فحشا را توسعه دهد و امراض مصری را بین مردم پخش کند و به صورت کودکان اسید بپاشد. اوبراین حرکتی از روی بی صبری کرد. مثل اینکه میخواست بگوید که تکرار این گفته ها چندان مورد احتیاج نیست. بعد کلیدی را چرخاند و صدا خاموش شد گفت از تخت بلند شو بندها سست شده بودند وینستون از تخت به پایین خزید و در حالی که نمی توانست تعادل بدنش را به خوبی حفظ کند روی کف اتاق ایستاد اوبراین گفت تو آخرین نفر هستی تو حافظ روح بشری خودت رو همونطور که هستی ببین لباس هات رو بیرون بیار وینستون نخی را که به روی روپوشش بسته شده بود باز کرد زیپ این نخها مدتها مدت ها پیش بر اثر فرط استعمال از آن بیرون آمده بود به یاد نمی آورد که از هنگام دستگیری تا کنون یک بار لباسهایش را بیرون آورده باشد. در زیر روپوش پارچه ژنده زرد رنگ کثیفی که ظاهرا بقایای زیر پیراهن بود دیده میشد. وقتی آن را هم بیرون آورد و پایین پای خود انداخت متوجه شد که یک آینه سه طرفه در آخر اتاق قرار گرفته است. به طرف آینه رفت و نزدیک آن توقف کرد و ناگهان یک فریاد غیر ارادی از گلویش بیرون آمد. اوبراین گفت برو جلو بین آینه ها واسطا. اونجا منظره طرفین بدنت رو هم میبینی. به وحشت زیاد ایستاده بود. یک بدن اسکلت مانند خاکستری رنگ و خم شده به طرف او نزدیک می شود. نه فقط اطلاع از اینکه این بدن بدن خود اوست بلکه اصولا قیافه ظاهری آن وینستون را دچار ترس و وحشت کرده بود به آینه نزدیکتر شد. به نظر می رسید که صورت اسکلت به علت خمیده بودن بدن بیش از حد جلو آمده است. قیافه ای بود رنجور و غمزده که شباهت به قیافه پرندگان محبوس داشت. پیشانی پرچین به سر تاس و بیموی متصل می شد. بینی شکسته ای روی صورت دیده میشد و چنین به نظر می رسید که به گونه ها ضربات شدید وارد آمده است. و بالای این گونه ها چشم های بیرحم و مشتاق و در عین حال مراقب دودو دو می زد. گونه ها خط افتاده و دهان حالت خمیازه داشت. مسلما این قیافه قیافه خود او بود ولی به نظر می رسید که تغییرات آن حتی بیش از تغییراتی است که او از لحاظ درونی پیدا کرده است. هیجانات و احساساتی که اثرات آن روی قیافش دیده می شد با آنچه که خود احساس می کرد تفاوت کلی داشت. قسمت عمده موهای سرش ریخته بود. در اولین لحظه خیال کرده بود که موهای سرش خاکستری شده است. ولی در واقع پوست سرش بود که رنگ خاکستری پیدا کرده بود. به جز دست و گردی صورت سراسر بدنش بر اثر یک نوچرک چرک که وارد پوست بدن شده بود خاکستری رنگ بود. اینجا و آنجا در زیر چرک بدن آثار قرمز رنگ زخم ها دیده میشد و بالای قوزک زخم پایش باد کرده و پوست پا متورم شده و روی قوزک افتاده بود. اما چیز واقعا وحشتناک لاغری بی حد و اندازه بدنش بود. مچ پایش به حدی نازک بود که با مچ پای یک اسکلت کوچکترین تفاوتی نداشت. و پاهایش به حدی ضعیف شده بود که زانویش بزرگتر و زخیمتر از ران به نظر می رسید. اکنون منظور او را از دیدن طرفین بدن درک می کرد. خمیدگی ستون فقراتش واقعا حیرت آور شانه های لاغرش چنان از جلو به هم نزدیک شده بود که سینش تشکیل گودالی میداد و گردنش چنان حالتی داشت که گویی زیر سنگینی بار جمجمه دو بار خم شده است. اگر قرار بود که حدس بزند، وینستون می توانست بگوید که این بدن بدن مرد شست ساله است که از یک بیماری شدید و خطرناک رنج می برد. اوبراین گفت گاهی فکر می کنی که صورت من صورت یک عضو داخلی حزب خسته و پیر به نظر می رسه. حالا درباره قیافه خودت چه فکری می کنی؟ شانه وینستون را چسبید و او را چرخاند. طوری که حالا وینستون به او نگاه می کرد. گفت ببین تو چه وضعی هستی؟ به این چرک و کسافتی که سراسر بدن تو گرفته نگاه کن. به اون کسافت بالای قوزک پات نگاه کن. به چرک و کسافتی که روی پاهات جمع شده نگاه آیا میدونی که مثل یک بز بو میدی؟ شاید دیگه این بو به مشامت نمیرسه و بهش عادت کردی به این لاغری بی اندازه نگاه کن میبینی؟ میتونم با شست و انگشت سبابه دور بازوت رو اندازه بگیرم میتونم گردنت رو مثل هویج دو نیم کنم آیا میدونی که از اون روزی که به دست ما افتادی 25 پنج کیلو لاغر شدی حتی موهای سرت دست دست میریزه نگاه کن دستش را به سر وینستون برد و گویی موها اصلا نقطه اتکایی ندارد یک مشت مو برداشت به اون نشان داد و گفت دهنتو باز کن نه ده یازده دندونت ریخته وقتی پیش ما اومدی چند تاش ریخته بود حالا اون چند تایی هم که باقی مونده یکی یکی میفته نگاه کن یکی از دندانهای جلویی دهان او را با شست و انگشت سبابه نیرومندش گرفت دردی در فک وینستون پخش شد. اوبراین دندان را از ریشه بیرون کشیده بود. آن را به کف سلول انداخت. تدریجا میپوسی و از بین میری. بدن تیکه تیکه فرو میریزه. چی هستی؟ یه کیسه چرک و کسافت. حالا برگرد و دوباره به آینه نگاه آیا موجودی رو که در مقابل توست میبینی؟ این آخرین نفره اگر تو بشری بشریت اینه حالا لباست رو بپوش وینستون با حرکات آهسته و خشکی شروع به پوشیدن لباسش کرد تا حالا توجه نکرده بود که تا چه حد ضعیف و لاغر شده است. از دیدن این بدن وحشت فقط یک فکر به مغزش راه یافته بود و آن اینکه بیش از آنچه که تصور می کرده باید در اینجا بوده باشد. و بعد ناگهان در حالی که تک پارچه های کسیف و ژنده را روی بدنش مرتب می کرد و غمخواری شدیدی برای بدن خرد شده و متلاشی شدهش احساس کرد قبل از آنکه که بداند چه می کند بی اختیار و گویی به حال ضعف و چار شده به روی یک صندلی که کنار تختش بود افتاد و عشق از چشمانش سرازیر شد. از زشتی شدید، نازیبایی بدن و از اینکه بدنش تبدیل به یک مشت استخوان شده و در یک زیر پیراهن کثیف پیچیده شده است و از اینکه در زیر نور تند اتاق نشسته و گریه می کند آگاه بود ولی نمی توانست جلوی خود را بگیرد. اوبراین تقریبا از روی محبت دستی به روی شانه او گذاشت و گفت این وز برای همیشه ادامه نداره. هر وقت بخوای میتونی از این وز نجات پیدا کنی. همه چیز بستگی به خودت داره. وینستون هقه هق کنان گفت تو کردی تو منو به این پستی و خاری کشوندی نه وینستون خودت خودت رو به این خاری کشوندی این چیزیه که وقتی خودت رو علیه حزب قرار دادی اونو قبول کردی همه اینها در همون حرکت اول مستطر بود چیزی که تو پیش بینی نکرده باشی اتفاق نیفتاده. اندکی مکس کرد و بعد ادامه داد. وینستون ما تو رو کتک زدیم و خوردت کردیم. دیدی که بدنت به چه شکلی در اومده. روح و مغزت هم در همین وضعه. فکر نمیکنم دیگه غروری در تو باقی مونده باشه. به تو لگت زدن، شلاق زدن، توهین کردن تو از درد نره کشیدی و در میان خون و استفراغ خودت روی کف اتاق قلط زدی زوزه کشیدی و طلب رحم کردی به همه چیز و همه کس خیانت کردی آیا میتونی فقط یک پستی و حقارت رو ذکر کنی که خودت مرتکبش نشده باشی وینستون دیگر گریه نمیکرد، ولی همچنان اشک از گونه هایش سرازیر بود نگاهی به اوبراین انداخت و گفت من به جولیا خیانت نکردم اوبراین متفکرانه نگاهی به او انداخت و گفت بله. این کاملا صحیحه. به جولیا خیانت نکردی. پرستش و احترام روحانی خاصی که برای اوبراین قایل بود، بار دیگر قلبش را فرا گرفت. اوبراین چقدر باهوش و چقدر متفکر بود. هیچ وقت از فهم چیزهایی که به او گفته میشد وا مان. هر کس دیگری امکان داشت که فورا به طور توخالی جواب بدهد که نه تو به جولیا خیانت کردی زیرا چه چیزی باقی مانده بود که آنها در زیر منگنه زجر و شکنجه از مغز او بیرون نکشیده باشند وینستون هر چرا که درباره جولیا میدانست برای آنها فاش کرده بود عادت او، شخصیتش، زندگی گذشتهش و تمام آن وقایعی را که بین آنها گذشته بود با جزئیات تهو و آورش اعتراف کرده و حتی آنچه را که به جولیا گفته یا از او شنیده بود بازگو نموده بود. درباره غذاهای بازار سیاه زناهاشان توته های مبهمی که علیه حزب طرح کردن در درباره هر آنچه که میدانست گفته بود. اما به مفهوم خاصی مفهومی که از کلمه خیانت در نظر داشت به جولیا خیانت نکرده بود. هنوز او را دوست داشت. و احساساتش نسبت به او تغییری نکرده بود. اوبراین بدون اینکه احتیاجی به توضیحات اضافی باشد متوجه نظر و مقصود او شده بود. وینستون پرسید بگو ببینم کی منو تیر بارون میکنه؟ ممکنه خیلی طول بکشه. وضع تو از موارد مشکله اما امیدت رو از دست نده هر کسی دیر یا زود معالجه میشه بالاخره تیر بارونت خواهیم کرد حالش بهبود یافته بود و اگر بتوانیم تعبیر روز به روز را به کار ببریم روز به روز چاقتر و قویتر میشد نور سفید و صدای دائمی که شنیده میشد تفاوتی نکرده بود اما وضع سلول روی هم رفته از سایر سلولهایی که تاکنون در آن محبوس شده بود بهتر بود روی تخت چوبی یک توشک و یک بالشت و در کنار آن یک چهارپایه برای نشستن گذاشته بودند یک حمام در سلول بود و اجازه داده بودند که تقریبا به دفعات زیاد در بشکه آب استهمام کند حتی آب گرم هم برای شستشو در اختیارش بود زیرپیراهنی جدید و یک دست روپوش پاکیزه نیز به او داده شده بود زخم قوزک پایش را با داروهای چربیدار پانسمان کردند بقایای دندان های پوسیدهش را هم کشیده و یک دست دندان مصنوعی نو به او داده بودند. تصور می کرد که باید هفته ها و شاید هم ماه ها گذشته باشد. و اکنون اگر علاق مند بود می توانست حساب گذشت زمان را نگه دارد. زیرا غذاهایش را در فواصلی که مرتب به نظر می رسید به سلول می آوردند. به نظرش می رسید که در 24 ساعت سه بار غذا می دهند. گاهی نیز دچار تردید می شد که آیا غذایی که می خورد شام است یا نهار زیرا تصور مبهمی از روز و شب داشت. غذا به نحو تعجب آوری خوب و مطبوع بود و در هر سه بار غذا گوشت داده میشد گاه حتی یک بست سیگار هم در سینی غذا دیده میشد کبریت نبود ولی معمور مراقب سلول که هرگز صحبت نمیکرد ممکن بود که سیگارش را روشن کند اولین باری که خواست سیگار بکشد سخت دچار صرفه شد. اما مقاومت کرد و بعدها با صرف جویی زیاد مدتهای مدید از بسته سیگار استفاده کرد و پس از هر غذا یک نصف سیگار میکشید یک لوح سفید که مدادی به گوشه آن بسته شده بود به او دادند. ابتدا از این لوح استفاده ای نکرد. حتی هنگام بیداری هم خسته و سنگین بود. اغلب بعد از قضا دراز میکشید و تا وعده دیگر از جا تکان نمیخورد. گاهی در خواب بود و گاهی نیز وقتی بیدار میشد چنان در خیالات گوناگون قوطهور بود که باز کردن چشم ها کوشش زیادی را ایجاب می نمود. از مدت ها پیش به خوابیدن در زیر نور سفید و شدید عادت کرده بود. چنین به نظر می رسید که این وضع تفاوت زیادی ایجاد نمی کند و فقط قسمت های مختلف رویاه ها را بیش از گذشته به هم مربوط می سازد. در طی این مدت رویاهای بسیار دیده بود و همه این خوابها خوابهای خوشی بود. خود را در سرزمین طلایی و یا درون خرابه های عظیم و باشکوهی که در زیر نور خورشید می درخشید. در کنار مادرش کنار جولیا یا اوبراین می دید که کار نمی کنند و فقط در زیر نور خورشید نشستند و درباره موضوعات لذت بخش زندگی صحبت می کند. در زمان بیداری هم درباره خواب هایی که دیده بود فکر می کرد. و چنین به نظر می رسید که حالا که محرک درد و رنج از میان رفته قوه تفکر و فعالیت ذهنی و فکری را از دست داده است. خسته و کسل نمی شد. و هیچ آرزو و علاقی برای صحبت کردن با دیگران احساس نمی کرد. فقط تنها بودن، کتک نخوردن و مورد بازجویی قرار نگرفتن، غذای کافی داشتن و پاکیزه بودن کاملا کافی و رضایت بخش به نظر می رسید. تدریجا از شدت علاقش به خواب کاسته شد. اما هنوز هم برای برخواستن از بستر احساس علاقه ای نمی کرد. تنها چیزی که مورد علاقه و توجهش بود این بود که دراز بکشد و جمع شدن تدریجی نیرو و قدرت را در بدن خود احساس کند. گاه به اینجا و آنجای بدنش دست میزد تا مطمئن شود که آیا واقعا بدنش گوشت می آورد و عضلات بازوهایش محکمتر می شود یا احساس چاقی و بهبودی فقط ناشی از تصور و خیال است. بالاخره به این نتیجه رسیده بود که بدون شک در حال چاق شدن است. زیرا حالا رانهایش از زانوها زخیم تر شده بود. پس از اطمینان این احساس با بیمیلی اما به طور مرتب شروع به ورزش نمود. پس از گذشت مدت کوتاهی توانست در روز سه کیلومتر راه برود. و این رقم را با احتساب تعداد قدم هایی که برای پیمودن طول سلول لازم بود به دست آورده بود. به مرور شانه خمیدهش هم صاف شد. آن وقت ورزش های نسبتا سنگین را شروع کرد. و وقتی متوجه شد که از عهده انجام بسیاری کارهای ساده بر نمی آید احساس تعجب و حقارت کرد. به جز راه رفتن نمی توانست ازولات بدنش را برای کار سختتری به حرکت بیاندازد. نمی توانست چهار پایه را روی دست نگاه دارد. نمی توانست بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد روی یک پا بیستد. یک بار روی پاشنه پا چنبات مزد و متوجه شد که فقط با تحمل درد و رنج بسیار زیاد میتواند بلند شود و بیستد. به شکم روی زمین میخوابید و سعی میکرد که بدنش را به کمک دستها بلند کند اما کوشش بی نتیجه بود و نمیتوانست حتی یک سانتیمتر هم بدنش را بلند کند. ولی پس از گذشت چند روز و خوردن چند وعده غذای دیگر موفق به انجام این حرکت شد و بالاخره موقعی رسید که می توانست این حرکت را شش بار متوالی انجام دهد. تدریجا از لحاظ بدنی احساس غرور می کرد. و گهگاه نیز فکر می کرد و معتقد می شد که قیافهش نیز حالت عادی به خود می گیرد. و فقط وقتی دست به سر بیموی خود میگذاشت قیافه درهم کوفته و پرچینی را که در آینه به او خیره شده بود به یاد میآورد مغزش تدریجا شروع به فعالیت کرد و بالاخره یک روز روی تخت چوبی نشست به دیوار تکیه داد لوح را روی زانوانش گذاشت و با حالتی مسمم شروع به تجدید تعلیم خود کرد تسلیم شده بود در این نکته شکی وجود نداشت و اکنون متوجه میشد که در واقع مدت ها قبل از آن که تصمیم به تسلیم شدن بگیرد برای تسلیم آماده شده بود از آن لحظه ای که به وزارت عشق آمده بود و بله حتی از آن لحظاتی که او و جولیا بیچاره و ناامید کنار هم ایستاده بودند و صدای فلزی به آنها دستور میداد که چه بکنند و چه نکنند متوجه بینتیجگی و بیهودگی کوشش برای مقاومت در برابر حزب شده بود اکنون میدانست که پلیس فکر مدت هفت سال تمام عملیات و رفتار او را مثل حرکات سوسکی که زیر بین قرار داشته باشد زیر نظر داشته است هیچ عمل جسمانی و هیچ کلمه ای که به صدای بلند گفته شده باشد وجود نداشت که آنها متوجه آن نشده باشند و هیچ سلسله افکاری نبود که به مغز او گذشته باشد و آنها با استدلال و به کمک شواهد مختلف به جرفای آن پی نبرده باشند. حتی آن ذره کوچک گرد را که او روی جلد دفتر خاطرات خود میگذاشت دوباره با دقت سر جای خود می گذاشتند. بارها نوارهای صدایش را برای خود او گذاشته و عکسهای گوناگونی نشان داده بودند. بعضی از این عکسها عکسهای او و جولیا بود. بله، حتی در مواقع خصوصی. دیگر نمی توانست به مبارزه با حزب ادامه بدهد. اضافه بر این حق هم با حزب بود. باید اینطور باشد. چگونه ممکن بود که یک مغز مشترک زوال ناپذیر دوچار اشتباه شود؟ با چه معیار خارجی تحقیق درباره صحت و سقم گفته های آن امکان پذیر بود عقل بر مبنای آمار قرار گرفته بود مسئله فقط این بود که شخص یاد بگیرد که مثل خود آنها فکر کند. فقط همین. قلم در دستش زخیم و غیر عادی به نظر می رسید. شروع به نوشتن افکاری که از مغزش می گذشت کرد. ابتدا با حروف درشت و با خط کج و معوجی این جمله را نوشت آزادی بردگیست. بعد تقریبا بدون مکس در زیر آن چنین اضافه نمود دو, دو تا پنج می شود. بعد چنین به نظرش رسید که چیزی جلوی قلمش را می گیرد. مغزش گویی از چیزی خجالت می کشد. نمی توانست تمرکز پیدا کند. میدانست که میداند پس از این جمله چه جمله ای باید نوشته شود ولی در این لحظه نمی توانست آن را به خاطر بیاورد. و وقتی آن را به یاد آورد نتیجه یک استدلال آگاهانه مبنی بر اینکه جمله بعدی طبعا چه باید باشد بود و جمله خود به خود به مغزش آمد پس نوشت خدا قدرت است. همه چیز را قبول کرده بود. گذشته قابل تغییر بود. گذشته هرگز تغییر نیافته بود. اوشینیا با استیشیا در جنگ بود. اوشینیا همیشه با استیشیا در جنگ بوده است. جونز آرونسون و روترفورد جنایاتی را که به ایشان نسبت داده میشد مرتکب شده بودند و او هیچگاه عکسی را که ارتکاب این جنایات را از جانب آنها انکار کند ندیده بود به یاد آورد که چیزهایی خلاف این نظریات در ذهن داشته است ولی آن خاطرات قلابی و جعلی و محصول و نتیجه خودفریبی بود. همه این چیزها چقدر آسان بود. فقط تسلیم و بعد همه چیز به دنبال آن می آمد. درست مثل این بود که شخص در جهت مخالف رودخانهی که با تمام کوشش ها انسان را به عقب میراند شنا کند. بعد ناگهان تصمیم به برگشتن بگیرد. و در عوض مخالفت با جریان آب در جهت خود آن حرکت نماید. هیچ چیز جز رویه خود شخص تغییر نمی کرد و جریان مقدر بالاخره روی داده بود. نمی توانست به یاد بیاورد که چرا اصولا علیه حزب قیام کرده بود. همه چیز آسان بود به جز همه چیز ممکن بود صحیح و حقیقت باشد. قوانین به اصطلاح طبیعی همه مزخرف و بیمعنی بود. قانون جاذبه بیمعنی بود. اوبراین به او گفته بود اگر من بخواهم میتوانم این اتاق را مثل حباب کف صابون در فضا به رقص وادارم. و وینستون در این بار مشغول فکر شد. اگر اون فکر میکنه که این اتاق رو معلق میکنه و اگه من هم در همون لحظه فکر میکنم که میبینم که اون اتاق رو معلق کرده پس این واقع اتفاق افتاده. ناگهان درست مثل قطع چوبی که به زیر آب فرو کرده باشند و ناگهان از سطح آب بیرون بپرد این فکر به مغزش پرید. چنین چیزی اتفاق نمیافته. ما وقوع اون رو فقط تصور می کنیم در واقع یک نوع هزیان و مالی خولی هاست. اما این فکر را به سرعت به زیر سایر افکار فرو کرد. عدم صحت آن آشکار بود قبل از آنکه این افکار به مغز راه داده شود تصور شد که در نقطه‌ای خارج از خود شخص یک دنیای حقیقی وجود دارد که در آن وقایع حقیقی اتفاق میافتد بعد فکر کرد چگونه ممکن است که چنین دنیایی وجود داشته باشد درباره اشیاء و وقایع جز از طریق مغز چه اطلاعی می توانیم داشته باشیم هر چه اتفاق می افتد در مغز اتفاق می افتد و هرچه در مغز همه اتفاق بیفتد واقعاً و حقیقتا اتفاق افتاده است. هیچ اشکالی برای رد افکار قبلی خود نداشت و خطر تسلیم به آن نیز او را تهدید نمی کرد. به هر حال فکر کرد که اصولا همچو افکاری نباید به مغزش راه یافته باشد. هر وقت یک فکر خطرناک عرضه می شد مغز باید فورا تبدیل به یک نقطه کور بشود. و این جریان باید خود به خودی و غریزی باشد این کار را در زبان نو ایست جنایت می گفتند تصمیم گرفت که شروع به تمرین ایست جنایت کند این افکار را در مقابل مغز خود قرار داد حزب می گوید که زمین مسطح است. حزب میگوید که یخ از آب سنگین تر است. و خود را تربیت کرد و تعلیم داد که استدلال مخالف این نظریات را درک نکند و نفهمد. البته کار آسانی نبود. احتیاج به قدرت ابتکار و ابداع داشت. گفته ها و نظریاتی مثل دو دو تا پنج می شود مسائل ریاضی مشکلی به وجود می آورد که خارج از قدرت فکری او بود علاوه بر آن این کار احتیاج به عملیات آکروباسی مغزی داشت و لازم بود که شخص از یک طرف قادر به استفاده دقیق از منطق باشد و از طرف دیگر روشنترین و بارسترین اشتباهات را که منطق اشتباه بودن آن را کاملا روشن میسازد درک نکند حماقت به اندازه هوش لازم و به دست آوردنش به همان اندازه مشکل بود. اغلب اوقات در یک قسمت از مغزش از خود سوال می کرد که کی تیر بارانش خواهند کرد. او براین گفته بود همه چیز بستگی به خودت داره. اما او میدانست که هیچ عمل آگاهانه ای وجود ندارد که به کمک آن بتواند موعد تیرباران را جلو بیاندازد. ممکن بود ده ثانیه و یا ده سال بعد انجام گیرد. امکان داشت که سالها او را در سلول انفرادی نگاه دارند. ممکن بود که او را به اردوگاه کار اجباری بفرستند. ممکن بود که همانطور که گاه اتفاق میافتاد او را برای مدتی آزاد کنند این هم کاملا امکان پذیر بود که قبل از تیرباران سراسر درام تأثیر انگیزی که گذرانده بود تکرار شود نکته این بود که مرگ هیچگاه هنگامی که انتظار آن میرفت صورت نمی گرفت رسم، رسمی که هیچ وقت درباره آن صحبت نمیشد، این بود که همیشه از پشت به انسان شلیک میکردند. همیشه از پشت سر و بدون اختار قبلی و هنگامی که شخص از کریدوری به کریدور دیگر یا از سلولی به سلول دیگر میرفت. تیراندازی می نمودند. به هر حال یک بار در عالم خواب و بیداری رویای عجیبی دیده بود. از یک کریدور رد میشد و در انتظار شلیک گلوله بود. می دانست که گلوله تا یک لحظه دیگر شلیک خواهد شد. همه چیز حل شده، تصویه شده و آشتی داده شده بود. هیچ نو شک و تردیدی، هیچ استدلالی و هیچ نو درد و ترسی باقی نمانده بود. بدنش سالم و نیرومند بود، به آسانی راه میرفت و از حرکت بدنش لذت میبرد. احساس میکرد که در زیر نور خورشید راه رود دیگر خود را در کریدورهای باری که وزارت عشق نمیدید در یک جاده وسیع که نور خورشید بر آن میتابید و یک کیلومتر عرض داشت و یک حال نشمانند که گویی ناشی از مواد مخدر است راه میرفت در سرزمین طلایی بود جای پای گله های گوسفند را دنبال میکرد علف کوتاه را در زیر پا و نور خورشید را بر روی چهره خود احساس می کرد. در آن طرف مزرعه در پشت درختان سنوبر که آهسته تکان می‌خوردند و در قطعه پشت درختها نهری وجود داشت که در کنارش استخر قرار گرفته بود و ماهی های قرمز در آب سبز رنگ آن و در زیر درخت بید شنا می کردند. اما ناگهان ترس و وحشتی او را به لرز از جا پراند عرق از ستون فقراتش جاری شده بود صدای خود را شنید که فریاد می کشد. جولیا جولیا عشق من جولیا برای یک لحظه در یک حال هزیان و خواب و بیداری وجود او را در کنار خود احساس کرده و به نظرش رسیده بود که او نه فقط در کنار او بلکه در درون خود اوست گویی داخل نسج پوست بدنش شده بود در این لحظه احساس کرده بود که او را به مراتب بیش از آن هنگام که کنار هم بودند و آزاد بودند دوست می دارد. علاوه بر این می دانست که او در نقطه ای هنوز زنده است و به کمکش احتیاج دارد. آنگاه روی تخت دراز کشیده و سعی کرده بود که افکارش را جمع و مرتب کند. چه کرده بود؟ با این یک لحظه ضعف چند سال به دوران حبس و بردگی خود اضافه کرده بود. یک لحظه دیگر مسلما صدای چکمه ها از بیرون در سلول به گوش می رسید. آنها هرگز اجازه نمیدادند که یک همچو تقیان احساساتی بدون مجازات باقی بماند و اگر تا کنون نفهمیده بودند اکنون میفهمیدند که او قراردادی را که با ایشان بسته است نقض کرده از حزب اطاعت می کرد ولی هنوز از آن متنفر بود. در روزگار گذشته یک مغز منحرف را در زیر یک چهره موافق پنهان کرده بود و اینک یک قدم به عقب برداشته مغز خود را تسلیم کرده اما سعی کرده بود که قلبش را از دست برد مسون نگه دارد. میدانست که دچار اشتباه شده اما ترجیح میداد که همچنان دچار اشتباه باشد آنها این وضع را درک می کردند. اوبراین حتما می فهمید. با یک فریاد کوتاه احمقانه همه چیز اعتراف شده بود. فکر کرده بود که ممکن است ناچار شود همه را از نو تجدید کند. ممکن بود سالها طول بکشد. به سرعت دستی به صورتش کشیده بود و گویی میخواست خود را با شکل جدید آشنا کند و حالت و قیافش را کنترل کند. در گونه هایش چین های عمیق به وجود آمده بود. استخوانهای گونهش بیرون زده بینیش پهن بود. علاوه بر این از آن هنگام که آخرین بار خود را در آینه دیده بود یک دست دندان مصنوعی هم به او داده بودند. وقتی انسان نمیداند که قیافش چه صورت و چه شکلی دارد نمیتواند به کمک حالات قیافه افکار درونیش را پنهان کند. و در هر حال کنترل خطوط قیافه امکان پذیر نبود. بعد برای اولین بار متوجه شده بود که اگر شخص بخواهد عقیده ای را پنهان کند باید آن را حتی از خودش نیز پنهان نگه دارد. البته شخص باید بداند که این چنین رازی وجود دارد ولی تا هنگامی که احتیاجی پیدا نشده نباید اجازه داده شود که راز به هیچ نحو که بتوان نامی به آن داد به زمیر آگاه وارد شود. فکر کرد که از این به بعد نه فقط باید صحیح فکر کند بلکه صحیح احساس کند و صحیح خواب ببیند در تمام این مدت نفرت را در درون قلب خود مثل گلوله‌ای که جزء بدن است و در عین حال از آن جداست و نظیر کیسه زهر داخل بدن قفل کند بالاخره یک روز تصمیم به تیرباران او می گرفتند انسان نمی توانست پیش بینی کند که این واقعه کی اتفاق خواهد افتاد اما چند لحظه قبل از وقوع امکان حد زدن وجود داشت همیشه از پشت سر و موقعی که شخص از یک کریدور پایین می رفت تیراندازی می کردند. فقط ده ثانیه کافی بود. در تیان مدت دنیای درون او زیر رو می میشد و ناگهان بدون اینکه کلمه ای از دهانش بیرون بیاید و یا قدمهایش سست شود یا خطی در چهرش تغییر کند ناگهان پرده ای که روی قلب و مغز خود کشیده بود پایین میافتاد و بنگ باتری های تنفرش خالی می شد. تنفر سراسر وجودش را مثل یک شعله سوزان پر می کرد و تقریبا درست در همان لحظه بنگ گلوله شلیک میشد خیلی دیر و یا خیلی زود. قبل از آن که فرصت اصلاح مغزش را پیدا کنند آن را تکه تکه می کردند. فکر مخالف و منحرف بدون اینکه مجازات شود یا اصلاح شود یا توبه کند از دسترس آنها خارج میشد در سازمان کاملشان سوراخی ایجاد میشد مردن و در عین حال از ایشان متنفر بودن این آزادی بود چشمهایش را بست قبول آنچه که میخواستند مشکلتر از قبول یک نظم فکری بود مسئله تحقیر و تنزل درجه و شخصیت مسئله مسله کردن خود در میان بود ناچار میشد که خود را در کسیفترین کسافات فرو ببرد چه چیز از همه چیزهای دیگر وحشت انگیزتر و ناراحت کننده تر بود؟ به فکر برادر بزرگ گفتاد به نظر می رسید که آن چهره عظیم با آن سیبیل های زخیم و چشم هایی که انسان را همه جا دنبال می کرد به میل خود وارد مغز می شود و در آن جولان می دهد. احساسات حقیقیش نسبت به برادر بزرگ چه بود؟ صدای چکمه های سنگینی از راه رو شنیده شد. در فولادی با صدای خشکی باز شد. اوبراین وارد سلول شد. پشت سر او افسر مومی شکل و معمورین سیاه پوش دیده می شدند. اوبراین گفت بلند شو بیا اینجا. وینستون در مقابل او ایستاد. او براین شانه های او را با دست های نیرومندش چسبید و با دقت به چهره او نگاه کرد و گفت فکر فریب دادن منو به مغزت راه دادی. این فکر احمقان است. محکم تر واستا و به صورت من نگاه مکسی کرد و با لحن آرامتری ادامه داد. تو تدریجا اصلاح میشی. از لحاظ فکری و روحی چندان عیبی نداری. فقط از نظر احساسات که هنوز موفق به پیشرفت نشدی. وینستون بگو و به خاطر بیار که نباید دروغ بگی. میدونی که من همیشه به آسانی میتونم دروغ رو از حقیقت تشخیص بدم. بگو احساسات حقیقی تو نسبت به برادر بزرگ چیه؟ ازش متنفرم. ازش متنفری؟ بسیار خوب. پس موقعش رسیده که آخرین قدم رو برداری. تو باید برادر بزرگ رو دوست داشته باشی. فقط کافی نیست که ازش اطاعت کنی باید اون رو دوست داشته باشی وینستون را رها کرد و با یک فشار کوتاه او را به طرف معمورین راند و گفت اتاق 101 در هر یک از مراحل دوره زندان میدانست و یا فکر می کرد که میداند در کجای این ساختمان بی پنجره قرار گرفته است. شاید اختلاف ضعیفی در میزان فشار هوا به وجود می آمد. سلول هایی که در آن از معمورین کتک خورده بود در زیر زمین قرار داشت. اتاقی که در آن اوبراین از او بازجویی کرده بود بالا نزدیک سقف واقع بود. اما این سلول جدید چندین متر زیر زمین و آنقدر که امکان داشت پایین بود این اتاق از تمام اتاقهای دیگری که دیده بود بزرگتر به نظر می رسید اما وینستون نمی توانست محیط اطراف خود را ببیند و آنچه که توجهش را جلب کرده بود دو میز کوچک بود که درست در مقابل او قرار داده بودند. هر دوی این میزها رو پوش پشمی سبز رنگی داشت و یکی از آنها در فاصله یک متری یا دو متری او و دیگری دورتر و نزدیک در قرار گرفته بود. خود او را هم به یک صندلی بسته بودند. و چنان محکم به صندلی بسته شده بود که هیچ قسمت بدن و حتی سرش را هم نمی توانست تکان بدهد. یک نوع صفحه مقعر پارچه ای از پشت سرش را در میان گرفته بود و او را ناچار میکرد که دائم به جلوی خود نگاه کند. برای یک لحظه تنها بود. بعد در باز شد و اوبراین وارد اتاق شد و گفت یک بار از من سوال کردی که اتاق 101 چیه و من گفتم که تو خودت قبل از اون که من بگم جواب سوال رو میدونی همه جواب این سوال رو میدونن چیزی که در اتاق 101 وجود داره بدترین چیزهای جهانه در سلول بار دیگر باز شد و معموری وارد اتاق شد. چیزی شبیه سبد که از سیم ساخته شده بود در دست داشت و آن را روی میز گذاشت. ولی به علت وضع خاص ایستادن اوبراین وینستون نمی توانست ببیند که سبد چیست. اوبراین گفت اما البته بدترین چیزهای جهان نسبت به طرز تلقی و طرز فکر اشخاص فرق میکنه. بعضی زنده به گور کردن بعضی سوزوندن در آتیش یا غرق شدن در آب بعضی مسله کردن یا دهان و مرگ فجیع دیگر و بدترین و وحشت چیزهای جهان میدونند اما چیزهای بد دیگه ای هم وجود داره که باید اون رو جزئی دونست زیرا حتی کشنده هم نیست. وضع ایستادن خود را تغییر داد و اندکی به کنار رفت. به نحوی که وینستون می توانست به چیزی که روی میز دومی گذاشته شده بود نگاهی بیاندازد. یک قفس سیمی مستطیل شکل بود که یک دسته روی آن کار گذاشته بودند. در قسمت جلوی آن چیزی شبیه یک ماسک سیمی نصب کرده بودند. با آنکه این قفس سه تا چهار متر دورتر از او بود او می توانست ببیند که آن را از قسمت طول به دو ناحیه تقسیم کردند و در هر یک از این دو قسمت موجودات زنده راه می روند. موجوداتی که در قسمت مجزا شده قفس راه می رفتند موش های صحرایی بودند. اوبراین گفت در مورد تووینستون بدترین چیزهای جهان موش صحراییه. وینستون به محض اینکه چشمهایش به قفس افتاد یک نوع تشنج شدید یک نوع ترس که نمیدانست نتیجه چیست در سراسر بدنش احساس کرده بود اما در این لحظه ناگهان مفهوم قسمت ماسک مانندی را که به جلوی قفس نصب شده بود درک کرد و کلیه هایش شروع به ترشوه کرد. با صدای بلند و شکسته ای فریاد کرد. نباید این کار رو بکنی. نمی کنی. این کار رو نمی کنی. غیر ممکنه. اوبراین گفت. اون لحظات وحشتناکی رو که توی رویاهای خودت میدیدی یادت میاد. یه دیواری از سیاهی در مقابل خودت می دیدی و صدایی قررش کنان در گوشهات تنین میانداخت. در آن سوی دیوار چیز وحشتناکی وجود داشت تو می دونستی که چیه ولی جرأت نمی کردی که اونو به روشنایی بیاری. همین موشهای صحرایی در اون طرف دیوار بودن. وینستون در حالی که کوشش میکرد صدای خود را کنترل کند گفت اوبراین خودت میدونی که این کار لازم نیست من چی کار باید بکنم بگو اوبراین جواب مستقیمی نداد و وقتی به صحبت ادامه داد با همان حالت و قیافه یک معلم بود که اغلب به خود می گرفت. چشمایش را متفکرانه به نقطه دوری دوخت و چنین به نظر می رسید که برای گروهی که پشت سر وینستون نشستند سخنرانی می کند. گفت گاهی فقط درد کافی نیست؟ گاهی اتفاق می افته که انسان در مقابل درد حتی تا سرحد مرگ مقاومت و ایستادگی می کنه. اما برای همه یک چیز غیر قابل تحمل چیزی که تصورش نمیره وجود داره. در این مورد دیگه ترس یا شجاعت مطرح نیست. اگر از بلندی سقوط کنیم، چسبیدن به یک خواشاک ترس محسوب نمیشه. این کار فقط ناشی از غریزه است که نمیشه ازش سرپیچی کرد. در مورد موش صحرایی هم وضع به همین نحوه موش صحرایی برای تو غیر قابل تحمله یک نوع که تو حتی اگه بخوای هم نمیتونی در مقابلش مقاومت کنی و هر چی رو که ازت بخوان انجام میدی بگو چی کار باید بکنم چطور میتونم کاری رو که نمیدونم چی انجام بدم فقط کافیه بگی اوبراین قفس را برداشت و آن را به وسط اتاق آورد. با دقت روی پارچه سبز رنگ میز اولی گذاشت. وینستون آواز خون و مرگ را در گوشهای خود شنید. احساس می کرد که در تنهایی مطلق قرار گرفته است. خود را در میان یک دشت پهناور که پرنده در آن پر نمیزند و آفتاب خورد کننده بر آن میتابد دید در این دشت همه صداها از دورترین نقاط به سمت او می آمد. اما قفس موش صحرایی بیش از دو متر از او فاصله نداشت. موشهای عظیم و وحشتاوری بودند. در سنی بودند که معمولا بینی و دهانشان نکتیز و وحشتاور می شود و موهایشان به جای خاکستری رنگ قهوهی پیدا می کند. اوبراین در حالی که هنوز خطاب به جمعیت نامرئی صحبت میکرد گفت موش صحرایی با اون که از خانواده موشه گوشت خار به شمار میره. البته خودت میدونی و لابد درباره اتفاقاتی که در نواحی پایین و فقیر نشین این شهر اتفاق میفته چیزهایی شنیدی؟ در بعضی خیابونها زنها جرأت نمی کنن که حتی برای پنج دقیقه بچهشون رو در خیابون تنها بذارن. زیرا مطمئنن که موشهای صحرایی بهش حمله ور خواهند شد. این موشها در ظرف مدت کوتاهی پوست و گوشت رو میخورند و به استخون میرسن. حتی به آدمهای مریض و محتظر هم حمله می کنن و با هوش اعجاب تشخیص می دن که چه موقع انسان قادر به دفاع از خودش نیست و در همون زمان حمله برمی میشن. ناگهان موشها شروع به جیر جیر شدیدی کردند. وینستون چنین احساس می کرد که این صدا از نقطه دوری به گوشش می رسد. موشها با هم شروع به زد و خورد کرده بودند و هر یک کوشش داشت که از سیمهای حد فاصل قفس بگذرد و برای زد و خورد به قسمت دیگر قفس برود وینستون صدای نالهای هم شنید و به نظرش رسید که این ناله را هم از نقطه دوری میشنود اوبراین قفس را برداشت و در همان حال چیزی را فشار داد. صدای تقریبا ضعیفی به گوش رسید. وینستون برای آزاد کردن خود تلاش شدیدی را شروع کرد اما نتیجه ای نداشت. تمام قسمت های بدن و حتی سرش را محکم بسته بودند و هیچ قسمت بدنش را نمی توانست تکان بدهد. اوبراین قفس را جلوتر آورد. حالا فاصله آن تا صورت وینستون از یک متر هم کمتر بود. اوبراین گفت: من اهرم اول رو زدم. ساختمون این قفس رو فهمیدی؟ حالا با محکم کردن اهرم اولی ماسک محکم به صورت تو میفته و راه خروجی باقی نمیذاره. بعد من این اهرم دوم رو میزنم در قفس آهسته بالا میره و اون وقت این حیوانات وحشی گرسنه مثل گلوله از اون بیرون میجهند آیا هرگز موش صحرایی رو موقعی که جست میزنه دیدی؟ به سمت صورت تو خیز بر می دارن و درست روی اون میشینن. گاهی اول به چشم ها حمله ور میشن. گاهی گونه ها رو سوراخ میکنن و از اونجا زبان رو میبلن. قفس نزدیکتر میشد و ماسک در اطراف صورتش قرار می گرفت. وینستون صدای جیر جیر کشیده و مقطعی را شنید و چنین به نظرش می رسید که این صدا را از بالای سر می شنود. اما با حال خشمالودی علیه ترس و وحشتی که سراپایش را گرفته بود شروع به مبارزه کرد. فکر کردن، فکر کردن، حتی در نیم لحظه ای که باقی مانده بود، فکر کردن تنها راه امید بود. ناگهان بوی کسیف و تهو و حیوانات به مشامش خورد. حالت استفراغ و به هم خوردگی در شکمش احساس کرد و تقریبا از هوش رفت. همه چیز از جلوی چشمانش به عقب رفته بود. برای یک لحظه به صورت حیوان دیوانه که نعره میزند درآمد اما از میان این تاریکی با عقیده جدیدی خارج شد یک راه فقط یک راه برای نجات از این وضع وجود داشت باید کس دیگری بدن کس دیگری را بین خود و موشها حائل سازد دایره ماسک اینک به حدی بزرگ به نظر می رسید که هر منظره دیگری را در مقابل چشمانش کور می کرد. در سیمی فقط چند انگشت از صورتش فاصله داشت. موشها میدانستند که تا یک لحظه دیگر چه خواهد شد. یکی از آنها از سیم ها بالا و پایین میرفت و آن را می لیسید. دیگری که یک موش عظیم و بزرگ بود ایستاده دستهایش را به سیم ها گرفته و به شکل وحشت هوا را بو میکرد کرد. وینستون می توانست سیبیل ها و دندان های زرد رنگ را ببیند. بار دیگر ترس و وحشت سیاه بر وجودش مستولی شد. کور بیچاره و بیدفاع شده مغزش را از دست داده بود. اوبراین با همان رفتار و حالت معلم معاب گفت این مجازات در امپراتوری چین قدیم بسیار معمول بود. ماسک به صورتش نزدیکتر تر می شود. سیمها به گونه هایش خورد و بعد نه آسودگی و نجات نبود. فقط امید. یک امید ضعیف بود خیلی دیر. شاید خیلی دیر بود. اما او ناگهان درک کرده بود که در سراسر جهان فقط یک نفر وجود دارد که او میتواند این مجازات را به او منتقل کند. فقط یک بدن وجود داشت که می توانست خود را بین او و موش ها و با تمام وجود خود و با صدای خورد کننده ای نره کشید، جولیا رو بیارین جولیا رو مجازات کنین نه من جولیا هر کاری باهاش بکنین اهمیت نمیدم صورتش رو از هم بشکافین پوست و گوشت بدنش رو تا خون پاره کنین اما نه من نه من به عقب به اعماق یک دره هولناک سقوط کرد و از موش دور می شود. هنوز به صندلی بسته بود اما سقوط کرده از میان در، از میان دیوارهای ساختمان، از میان زمین، از میان اقیانوس ها، از میان فضا گذشته و به فضای لایتناهی، به فضای میان ستارگان پرتاب شده بود از موش ها دور 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 برای همیشه صدها هزار فرسنگ دور شده بود در فاصله صدها میلیون سال نوری قرار داشت اما هنوز اوبراین کنارش ایستاده بود هنوز سیمهای سرد ماسک را روی گونهش احساس می گرد. اما در میان تاریکی که تدریجا در اطرافش بالا می آمد صدای فلزی اهرم را شنید و میدانست که در قفس بسته شده است.